بنگلادش از سازمان ملل متحد خواسته تا بازگشت پایدار مسلمانان روهینگیا را تضمین کند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه بنگلادش، عبدالمومن وزیر امور خارجه بنگلادش با میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که به بنگلادش سفر کرده بود، دیدار کرد و درباره مسلمانان روهینگیا مذاکراتی انجام داد. نجم جبوری، استاندار نینوا در عراق، از اکتشاف میادین نفت و چاه‌های بزرگ حاوی ذخایر بزرگ نفت و گاز خبر داد. وی در یک کنفرانس خبری گفت شرکت اکتشافات نفتی عراق توانست چندین میدان نفتی بسیار بزرگ را در دو منطقه القیاره و تل عفر پیدا کند و هنوز شرکت‌های اکتشافات عراق به فعالیت‌های خود در این استان ادامه می‌دهند. وزارت فرهنگ عراق از کشف یک اثر باستانی مهم در تل اسود واقع در استان نجف و محدودی شهر کوفه توسط یک تیم کاوشگر عراقی خبر داد. حسن ناظم وزیر فرهنگ عراق در این باره گفت یک کوزه سفالی حاوی باستانی با ارزش از جمله زیورآلات، گردنبند، انگشتر، گوشواره، آویز طلا، سنگ‌های قیمتی و 18 دینار طلای خالص از دوران معتمد بلا، مقتدر و مستکفی بلا و خلفای عباسی علاوه بر 100 درهم نقره یافت شد. رئیس ستاد مرکزی اربعین ایران خبر داده که گذرنامه‌هایی که کمتر از 6 ماه اعتبار دارند و یا حتی فاقد اعتبار هستند با تمهیدات اتخاذ شده توسط پلیس گذرنامه فراجا در مرز به مدت 6 ماه تمدید می شوند و زائران می توانند بدون نگرانی در مرز گذرنامه خود را تمدید کنند. بررسی ها نشان می دهد که جمعیت جهان از 8 میلیارد نفر گذشته و 59% از این جمعیت در قاره آسیا زندگی می کنند. همچنین تعداد جمعیت مردان جهان کمی بیش از 4 میلیارد نفر اعلام شده، در حالی که جمعیت زنان هنوز به همین حد نرسیده و 3.9 میلیارد نفر است. گزارش‌های متعدد کاربران ایرانی حاکی از آن است که محدود کردن شبکه اجتماعی اینستاگرام به صورت چراغ خاموش در ایران کلید خورده و طی 24 ساعت اخیر دسترسی به آن بدون فیلتر شکن برای بسیاری از افراد با اپراتورهای مختلف امکان پذیر نیست. هنوز هیچ گزارش رسمی از فیلترینگ اینستاگرام منتشر نشده و مقام‌های وزارت ارتباطات این موضوع را تایید نکردند، اما کاربران طی روز گذشته شواهد زیادی از فیلترینگ اینستاگرام را ارائه کردند. بسیاری از مقام‌های ارشد ایران در پلتفرم اینستاگرام صفحه رسمی دارند.